جناب ببخشید. بله. من قرار نبود دلار ارزون بشه. بیت کوین، بیت کوین. چرا یه هوش و 30 تومن؟ چته؟ نمی‌خوام. چرا؟ اخبار میگو. ای بابا، بابا. حتی مون دوباره چیه؟ صبح قیمت دلار. این فکر میکنه دیسوسی راست میگه. سلام علیکم بچه ها، چطورید؟ برگشتیم با یه ویدیوی خفن و باحال دیگه از انواع کارگردان. تو اینجوری خندیدم مادر. خوش اومدین و اینا دیگه. وای سبینه، مگه ما اصلا یه مدل کارگردان بیشتر داریم آخی؟ فقط میاد سری زب قور میزنه، سری تدوین قور میزنه، سری بازیگر قور میزنه، حیفه شار میخورست. اه همین است دیگه، من اصلا نمیخوام متنا فعلا. گوشت کردن با اینکه من قرار بود برم ولی به زور نشوندندم اینجا و گفتم بگو. این کارگردان ها کلن گشادن، یعنی هرچی میشد میگن با پرده سبز، یعنی کلی فیلم ها توی استودیو ضبط میکنن یه موقع نمیرن بیرون یه هوایی بخوره تو کلشون. اگه این زلو ویژه ها و این ادیتورهای کار بلد نباشن کلن لنگن این دسته. برا مثال میتونم به جیمز توفن، برادرانی راسو و زک سنایدر اشاره کنم. البته یه سری کارگردان هم هستن که از یه نوعی دیگه گشادن، یعنی سر تا اینا رو که بزنی کلا یه مقدار اندکی فیلمو یه مقدار زیادی گشادی پیدا میکنی، که مثال اونم جنابی تارانتینوه. کلا سر تاش 9 تا فیلم است. ایوه آفرین. میدونید یه زمانی منم یه پا کارگردان بودم واسه خودم، توی یه کشور بزرگ با مردمی با فرهنگ 7000 ساله که البته فقط اسمشو یدک میکشیدم. همه یه فیلمامو از تلگرام دانلود کردن و منم الان قاز میچرونم. تنگردان. خب اینا دقیقا برخلاف دست قبلی هن. این اونا گشاد بودن، اینا خیلی تنگن. این یه سری هاشون کلن جلوه ویژه و پرده سبز نخوندن، نمیدونن چیه. تا جایی که میشه سعی میکنن همه چیزو واقعی فیلم برداری کنن، از هواپیما ترکوندن تو هوا و ذرت کاشتن توی محیطی خیلی بزرگ گرفته تو. اصلا به کس خاصی ما اشاره نمیکنیم، اصلا هم منظورمون کارگردان نیست. اصلا آره ایشون نیست. حالا یه مدل تنگردان دیگه هم هستن که اینا کلا بیکار میشن فیلم میسازن، میخوام برای دستشویی یه فیلم وسطش میسازن. قدیما خب زمانی که یوتیوب و تلگرام و اینا نبود که مردم بیکار بشن بریزن توش، یه مشت الاف دیگه بودن مثل اسب رستم کار میکردن فقط فیلم میساختن. نمونهش یکی آقامون جان فورد. این جان فورد داداشمون یه کارگردانه که تو طول عمرش 140 تا فیلم ساخته. این بشر نمونه بارزی از یه کارگردان کاملا تنگه. تازه حالا این 140 تا ساخته، نصف دیگهش گم و گور شده، یعنی بیشتر از 140 تا بوده، گم شده فیلماش. ببین چقدر فیلم ساخته که یه عدهشون گم شدن. این به کنار یه کارگردان دیگه هم بوده قدیم ندیما که ژاپنی بوده، اسمش زیاد قشنگ نیست، اسمش یکم به ژاپنی ها قشنگه، فارسی ما زشته. اسمش آکیرا کوروواسا بوده. این بنده خدا که پدر مادرش اسم زیاد جالبی برای فارسی زبانان نذاشتن روش، این داداشمون هم نزدیک یه 40 تا فیلم ساخته فقط تو عمرش، و که احتمالاً فیلم هفت ساموراییشو دیدین چون که جزء فیلم‌های معروف این داداشمون آچیزا کوروواساه. بله اگرم که ندیدین، منم واقعیتش ندیدم، ولی خب میگن خوبه. ببین اینجا نوشتن گفتن خوبه دیگه، خوبه دیگه، حتما خوبه دیگه. اکونومیک گردان. شاید با خودتون الان بگید که اکونومیک گردان چی هست اصلا؟ خب اینا یه سری کارگردانن که تهیه کننده‌ها یه مقدار خیلی 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 کم بهشون پول میدن، یعنی دقیقاً جریان اون موقع است که از بابات پول می‌خوای هیچی بهت نمیده، دقیقاً همونه. البته اگه از حق نگذریم این کارگردان های بیچاره درست پول درست حسابی بهشون ندادن، اما واقعا خوب عمل کردن و فیلم های خیلی خفنی هم ساختن. نمونش راننده تاکسی که مال اسکورسیزی هم بود، اسکورسیزی هم بود که کلن هیچ پولی بهش ندادن این تهیه کننده های گشنه، یعنی هیچی بهش ندادن، ولی خب خوب جمعش کرد. وضعیت کارگردانای قدیمی تر هم همین بوده و قبل اینکه سینما اینقدر فیلمای پرهزینه توش رونق بگیره، فیلمای کم هزینه تری توش ساخته میشد و کارگردانا گناه داشتن. خدایی بعد مهاجرتم خواستم برای نتفلیکس فیلم بسازم. اونا یه سری قانون جلو پام گذاشتن که باید رعایتشون میکردم. مثلا باید بچه ها رو تو فیلمم همجنسگران نشون میدادم، یا مثلا سفید پوستا رو حقیر میکردم. من نجات برترم و
از همه مهمترین بود که باید از یهودی و ابرقهرمان می ساختم. امروز هفته آسیایی نجات داد. تک شده گردن. خب به چای گلم یه سری کارگردان بودن که تعدادی زیادی کاندید شدن برای اسکار گرفتن، اما خب دک شدن. یعنی وقتی میخواستن اینا رو بکشونن تا اسکار، میگفتن ببین تو نامزد شده یا، ولی ما به تو هیچی نمیدیم. کلا دک شدنشون ملس بودیست. از این مدل کارگردان ها میتونن به آلفرد هیچکاکو، چارلی تاپلینا اینا اشاره کنم. تاشم یه اسکاری تا سکی پسکی بهشون دادن و گفتن برید سر زندگی دون. والا ریده گردن. اون ریدگردان ها کارگردانی بودن که مهم نیست چقدر پول بازیگر خوب و فیلم نامه خوب بهشون میرسیده، کلن گم میزدن اینا. یعنی فکر کنم همه چی بدن و برینی. اینجور کارگردان ها معمولا کلن این ور و اون ور کارشون رو میزدن به یه جای گاو یا اسب، نمیدونم هر جا. از این کارگردان ها مثال نمیزنم، یه وقت یکی فشار نخوره. اگه نمیگم فشار نخور، چه فشار میخوره؟ پول چاپ گردان. یه سری کارگردانایی هستن که فیلماشون توی فروش و باکس آفیس کلن درو کرده و رفته و یه جورایی پول چاپ کردن تا اینکه فیلم بسازن. و خب هاجیمون نولان، کل کارگردانای فیلمای ابرقهرمانی مخصوصا مارول و جیمز کامرون خودمون که آواتار و تایتانیک رو ساخته، کلشون اینجوری بودن متاسفانه. پول چاپ کن. ولی خب انصافا خیلی فیلماشون به آدم حال میداد. مثلا فرض کن میری تو سینما تایتانیک میبینی، اوینجرز اند گیم میبینی، اصلا لذت حلال میبری، فقط به شرطی که چیز نکنه. آره مکان و اینا داستان نکنه. بیاین چه آقای فرستی، میدونم منظوری نداشتین، منظور شما این بود که... منظورم کاملا مشخصه، فیلم تخمی بود. من میدونم شما دلتون پاکه، منظورتون این بود که... تخمی بود. فیلمو دیدین؟ نه فقط اولشو دیدم. چند دقیقه شو؟ یک دقیقه و 35 ثانیه شو. اون که تبلیغ بود. تبلیغش هم تخمی بود. تبلیغ کتابت بود. بی اجازه تبلیغ کردن. پس تخمی بود. مواد گردان. در اول کار شما نباید مواد گردانان را با... آجی آهنگ پس زمینه من کو؟ واقعی که ریدید. بذار آهنگمو. ایش. بله داشتم میگفتم که شما نباید مواد گردانان را با ساقی های محل خود که به ندرت در پارک هایتان یافت میشوند اشتباه بگیرید. این مدل کارگردان ها فیلم هایی ساختند که تولید آنها تنها با مصرف مقدار زیادی گل، علف، هشیش و باقی نمیتونم بگم چون ربات های یوتیوب بیفهمن لیمیت میزنن و این استفاده اینها قابل ساختن است. نمونه این نوع مواد گردان ها میتوان به داوود زجر کش کن. چی بود؟ فامیلیش یادم رفت. از نمونه این مواد گردان ها میتوان به جناب آقای داوود زجر کش کن یا همان دیوید لینچ اشاره کرد. این برادر عزیزمان یعنی همان داوود زجر کش کن یک فیلمی به نام جاده مالهاند دارد که بسیار مختان را میپکاند. اما چرا به راه دور برویم؟ زیرا همین کریستوفر نولان خودمون هست، جدیدم فیلم داده، تنت. اصلا تو برو تنت رو دانلود کن یه بار ببین نمیفهمی، برو دانلود کن دو بار ببین نمیفهمی، برو دانلود کن. چرا هر دفعه باید دانلود کنی؟ یه بار دانلود میکنی دو بار ببین، اصلا برو پنج بار ببین تو نمیفهمی. چرا؟ چون خودش هم نفهمیده چی ساخته. مارتین اسکورسیزی هست. اسکورسیزی دیدی تا حالا؟ آره. اون اگه فهمید شاتر آیلند چی شد تهش، تو هم میفهمی که کل تنت چی شد. همین آنی یک دمیان تو کامل نه آقا ما فهمیدی و نفهمیدی فهمید گاه میخورید نفهمیدی چون خودت نمیدونی چی والا ایش. خب این ویدیو در برای کارگردان ها بود. ما خیلی کارگردان های خوبی در خود ایران داریم. بله نمونهش آقای هومن سیدی و خدا فن هومن سیدی هم و اسقر فرهادی. در برای اسقر فرهادی هم بگم که فیلم جدیدش قهرمان یه سری تهمت هایی بهش زده شد که معلوم نیست صحت داره یا صحت نداره. چقدر گندگوزی میکنم. خلاصه که بهش گفتن داش تو سناریو تو دزدیدی، اونم گفت اینجا چیز بذار گیگاچت بذار ندزدیدم. مردم رفتن زیر پیجش تو کامنت ها فوش نوشتن که آره دزد فلان. نامردا دو تا اسکار برای ایران آورده، به این زودی قضاوت نکنین مردم، واقعا کار درستی نیست و خیلی تربیتین دوستانی که قضاوت کردیم. قضاوت نکنین تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. شاید هم هیچ وقت نفهمیم واقعا چه اتفاقی افتاده. ولی نمک نخورید، نمک دون بشکنید. و یه نکته دیگه هم بگم که هیچ ربطی به کارگردان و سینما نداره. شما تو دیسکورد برام میم میسازی، من واقعا میما رو دوست دارم. یکی از دلخوشیام میمیره میمایی که تو دیسکورد برام میسازین رو نگاه میکنم و دوست داریم یه ویدیو از این میما بسازیم. البته ریاکت نیست. یه چیز جدیده.
و اگه دوست دارین از میمایی که توی دیسکورد برامون میسازین ویدیو بسازیم، حتما توی کامنت ها بگین. آره دیگه، و همین ویدیو رو جدیدن کم لایک میکنین، همتون لایک کنین، بارک الله.